نخستین دور کارزار خزانی تطبیق واکسن پولیو امروز در ولایت هرات آغاز شد. محمد آصف رحیمی ولی هرات که آغازگر این دور از کارزار تطبیق واکسن پولیو بود گفت که در این دور کارزار بیش از 620 هزار طفل زیر سن 5 سال در 15 ولسوالی و 7 شهر هرات واکسن می شوند. و افزود که در این دور از کارزار برای بیش از 570 هزار طفل بالای سن 6 ماه تابلت های ویتامین آ داده می شود. البته این پروگرام از طرف وزارت صحت آمد، WHO ادارات مختلفی که در صحت مصروف هستند همه حمایت می شوند. و دولت افغانستان در مجموع اداره محلی هرات از همه بزرگای قریه ها، متنفذین، علمای کرام، جوانان، خانم ها تقاضا می کنند که در این کمپاین شریک باشند. این کمپاین بشری است، متعلق به است که به همه ملت است و این برای حفاظت نسل آینده افغانستان است. قرار است در این دور بیش از 4000 تن با مدت 3 روز کارزار واکسن پولیو را در ولایت هرات تطبیق نمایند. مسئولان اداره مالی هرات وجود تهدیدات و ناامنی ها را در برخی ساحات این ولایت که روند تطبیق این کارزار را به خطر بیاندازه تایید می کنند، اما می افزایند که نظر به تدابیر گرفته شده این تهدیدات مانع تطبیق این کارزار نخواهد شد. یعنی در تمام مناطق ولایت هرات بلا استثناء همکاری وجود داشته، که البته جای بسیار خوشی است که در این کمپاین بشری و مردمی و انسانی همه در این شریک هستند. اگر احیانا در جای مشکلات باشه تلاش میکنیم که از طریق یا حکومت یا از طریق مردم از طریق متنفذین به این مشکل بپردازیم. در همین حال مسئولان ریاست صحت عامه ولایت هرات میگویند هرچند این دور از کارزار به مدت 3 روز جریان خواهد داشت، اما اطفالی که در این 3 روز به دلایل مختلف واکسن پولیو دریافت نکنند، والدینشون میتوانند آنان را جهت دریافت واکسن به نزدیکترین مرکز صحی انتقال دهند. تغییراتی که کمپاین نسبت به قبل کرده، ما ایس که 3 روز اول، امروز دوشنبه، سه شنبه و چهار شنبه، خانه به خانه قطره پولیو انداخته میشه، ویتامین ها، و روز چهار پنج شنبه ارزیابی مجدد میشه که کدام جای مانده باشه در طول، و روز جمعه جاهایی که فراموش شده باشه، جاهایی که مس شده باشه، دوباره پس تیما میرن و اونا را قطره میندازن. در طول دوره کاری هر گروه یک هر تیم و هر چند تیم واکسن یک سوپروایزر داره که با وسیله‌ای که در دسترس از دست نظارت میکنه. با آنکه در سالهای اخیر موارد مثبت پولیو یا فلج اطفال در بسیاری از ولایات کشور به شمول هرات کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است، اما با آن هم وجود واقعات مثبت پولیو در برخی ولایات جنوبی باعث شده تو افغانستان جز کشورهایی باشد که هنوز هم پولیو در آن ریشه‌کن نشده باشد.